با نام با عرض سلام به مجموعه خبری ساعت 12 تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. در پاسوال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی در حالی که یک تعداد جنرالان، رؤسا و قماندانان قطعات داشتند در یک ویدیو کنفرانس با تمام قماندانان زونهای صحوی، قماندانان امنی ولایات، قماندانان لواهای سرحدی و نظم عامه کشور، آمادگی احضارات قوتهای امنیتی، پیشبرد تعلیم و تربیت مسلکی و حقوقی، اکمالات و تسهیلات برای نیروهای امنیتی و چالش‌های موجوده قطعات و جزءتام‌های پلیس ملی را مورد ارزیابی قرار داد. وی گفت که آمادگی و احضارات قوتها، اکمالات و تجهیز نیروهای امنیتی در مبارزه علیه تروریسم و تأمین امنیت مردم رول مهم و عمده دارد. به همین منظور تأکید می‌گردد تا در بلند بردن سطح احضارات و تعلیم و تربیت، اکمالات به موقع، ایجاد قطعات ریزرو، آماده ساختن تجهیزات عصری و استحکامات، بیزها و پوسته‌ها، مواظبت پرسنل، فامیل‌های شهدای پلیس و مجروحین نیروهای امنیتی گام‌های عملی برداشته شود. ده ها طالب مسلح در ولسوالی نوی ولایت هلمند کشته شدند. احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کماندو با آژانس باختر گفت که ده ها تن از مخالفین مسلح در مربوطات عملیات کماندو در ولسوالی نوی ولایت هلمند کشته شدند و نیز قماندان جنگ آن گروه در نوان نیز گرفتار شد. سلیم افزود که در این عملیات ده ها میل سلاح دشمن نیز به دست کماندوها افتاده است و عملیات برای سرکوب طالبان مسلح در آن ولسوالی ادامه دارد. بر مبنای خبر دیگر 45 دایشی در ولایت ننگرهار کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار با آژانس باختر گفت که این دایشیان در حمله های هوایی نیروهای خارجی در ساحه مکرانه ولسوالی اچین ننگرهار کشته شدند. در این حمله های هوایی یک مقدار سلاح و مهمات دشمن نیز از بین رفته است. مقدار 92 تن میوه‌جات تازه افغانستان از طریق دهلیز هوایی کارگو به کشور هندوستان صادر گردید. صادرات این مقدار میوه تازه پس از آن صورت می‌گیرد که در پروسه صادرات کارگوی هوایی مشکلات ایجاد گردیده بود. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و صنایع در میدان هوایی کابل حین صادرات میوه‌جات تازه کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که به اساس هدایت رهبری دولت افغانستان و همکاری هر دو کشور افغانستان و هندوستان کارگوی هوایی میان دو کشور آغاز گردید، اما در پروازها مشکلات ایجاد گردیده بود که با همکاری شرکت هوایی کام ایر این مشکل رفع شده و به شکل مداوم هفته وار پرواز به کشور هندوستان صورت می گیرد که مقدار بیشتر از 90 تن میوه تازه در هر پرواز انتقال داده می شود. و این همچنین خبر از جهان. در پی حمله روز پنجشنبه در شهر بارسلونا اسپانیا، پلیس از جلوگیری یک حمله دیگر تروریستی خبر داد. بر بنیاد گزارش ها از رسانه های این کشور، در اثر انفجار بمب یک تن در منزلش کشته شده است. پلیس این انفجار را در پیوند به حمله بارسلون می داند. در نتیجه یک حمله تروریستی در شهر بارسلونا اسپانیا دست کم 13 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر مجروح شدند. این رویداد پس از آن صورت گرفت که راننده با موتر همراهش در منطقه لاس رامیلاس شهر بارسلونا از گردشگران را مورد حمله قرار داد. بر بنیاد گزارش ها از مقام های پلیس این شهر، در میان کشته شدگان یک کودک نیز شامل است. این حال مقام های صحی می گویند که حالت صحی 15 تن از مجروحان وخیم می باشد و احتمال دارد که شماری قربانیان این رویداد نیز افزایش یابد. در همین حال پلیس این شهر از دستگیری چندین مظنون در پیوند به این رویداد گزارش داده است، اما عامل اصلی این رویداد تا کنون دستگیر نشده است. مسئولیت این رویداد را گروه داعش پذیرفته است. عربستان سعودی برای حجاج قطری جهت اشتراک در مراسم حج مرز مشترک خود را با این کشور را باز خواهد کرد. در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی آمده است که زائران قطری که قصد شرکت در مراسم حج را دارند می توانند از طریق مرز سلوی و از طریق میدان هوایی عربستان سعودی وارد عربستان شوند.
این در حالی است که بیش از این عربستان سعودی با زائران قطری هشدار داده بود که آنها با محدودیت‌های ویژه در ایام حج روبرو خواهند شد. در حال حاضر چهار کشور عربی به شمول عربستان سعودی آن را با قطر قطع کردند. اخبار این ساعت از توجه و همراهیتان سپاس. وقت بخیر، خدا نگهدار.